درود بیکران پاینده ایران. دوستان ببین، هر لحظه جریان مذهبی بعضیشون خیلی عوضی هن، خودشون هم نشون میدن و اینها در آینده خطرناک میشن، به مانند بهار جنگروی که آرمیتا گراوند رو به قتل رسون. یکی از کسان دیگه ای که احتمال داره این کار بکنه این چهره است که خواهشن شناسایی بشه، دخترای مردم رو تهدید به قتل میکنه. صحبتشو گوش کنیم. اتفاق خاصی نمیفته، برو بیابانه دیگه. امام میگه نه، میری میلگردان میبری، آهنا رو میبری، میبری سر همون نقطه ای که قبل از جنگ بود، اونجا سر جاش میداری، اونجا دوباره جوشش میکنی، چون ما مرز ما اونجا بوده، نباید یه سانتیمتر بیایم عقب‌تر. اونا نمیتونن بیان، میگن خب یه جنگی رو انداختیم و یه صلحی شد، ولی ما دو سانتی رفتیم تو زمینشان، از این خبران نیست. الان یه جنگ احزاب حجابی شده، فواحش جامعه شورش کردن، حالا زدیم تو سرشان، بازم خواهیم زد تو سرشان. هر زمانی هر کسی بخواد به جمهوری اسلامی، به قوانین انقلاب اسلامی چت نگاش بکنه، چشش دل میاریم. ولی بگیم خب خوبه دیگه، الان سر و صداها خوابید و یه آتش بسی شد و یه صلح شد، مگه آرمان ما آتش بسه؟ این سنگرا رو گرفتن، بعد حالا جنگ تمام شده ما میلگردا رو بزنیم عقب‌تر، میلوا رو بزنیم عقب‌تر، این چه وضع حجابه؟ انقلاب کردن دیگه، ها آمدن بیرون یه ذری سر و صدا و چادر و سرلاشگاه آتیش زدن. کاری به بحث شهیدایی که دادیم ندارم، که اونا انتقامش رو نمیگیریم، اونا میگن بس اصلا بحث جداه، ولی آمدن یه سر و صدایی کردن و رفتن خانه شما، برگشتیم خانه ما، اما میلای مرزی آوردن جلوتر. فشار مذهبی اینه که خیلی برشون فشار اومده، میگم بعد از این داستان زن زندگی ما گفتید سر حجاب جمهوری اسلامی شکست فاحشی خورده و ریزش هایی داره، و سر داستان حماس حالا ریزش ها بیشتر میشه و این داره تهدید میکنه. از حجاب تازه الان زمستانه، سردشانه یه چهار تا لباس هم میکنن تنشان، فردا حتما موقع هوا خنک بشه لخ بشن. اگر جمهوری اسلامی به هر دلیلی نتونه یا نخواد این سنگر حجاب حفظ بکنه، آرمانای انقلاب حفظ بکنه، برای این حجاب به جنگ خودمان درستش میکنیم. آقا حق داده، گفته حکومت یه نکته که خیلی جالبه، ببین ما مخمی اسلام در جایی خیلی، مثلا من مادر خودم مال شهرستان، توضیح دادم قبل اینا، ببینید ولی اسلام در جاهایی که میگم یه مقدار حالت روستایی تره، لهجه روستایی داره این آدم، تو اینجور جاها خیلی رشد میکنه. تعصب ایشون نکنید به اسلام، تو اونجور جاها رشد میکنه اسلام. و هر چقدر ما بریم به سمت شهرسازی و تمدن و اینا، خود اسلام خود به خود نابود میشه. اسلامی موظفه مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیامبر در مقابل بیهجابی بیسته. حکومت اسلامی موظفی بیستی که بله الان صحبت‌های خامنه ای رو چیز میکنه، کاری ندارم بره جلو، دوباره تهدید میکنه جوانای مردمو. حکومت اسلامی موظفی بیستی، اگر به هر دلیلی خیانت میکنی، دست و پا چلفتی، بی ارزهی، مصلحت اندیشی، هر غلطی که میخوای توجیه براش بیاری، به هر دلیلی حکم آقا رو بخوای بذاری زمین، ما حکم آقا رو خودمان اجرا میکنیم، دهن تو هم سرویس میکنیم. الان داره تهدید میکنه مقامات جمهوری اسلامی رو که اگر شما حجاب را چیز نکنید، درست نکنید، احیا نکنید، ما میایم حکم خامنه ای که گفته آقا بعد حجاب باشه، میایم دهن شما مسئولان جمهوری اسلامی را هم سرویس میکنیم. به خاطر اینکه جلوی اپ آقا وایسادی، به خاطر اینکه دستور آقا رو گذاشتی رو زمین، به تو گفته تو انجامش ندی، ما انجامش میدیم. مرد یعنی جمهوری اسلامی انجام نده این آقا، یعنی گروه های تندرو، جریانات ضعیف‌تر این نظام که مثل همین مثلا عجمیان ها، این نیروهای نازلشون، نیروهای ابتداییشون، پیاده نظامشون، اینها میان و خون به پا میکنن، همونطور که آرمیتا گراوند رو به قتل رسوندن. مردم نباید بی حجاب باشن. یه چارچوب حجاب مشخص میکنه، حجاب انقدر، پوشش انقدر. اولا که حجاب اجباری، حجاب ای، حجاب یعنی مش دست لال صورت، این حجابه. این حجاب بود قبل از این؟ یه پوششیه، او پوشش باید باشه. یا لچک یا کتک، یا روسری یا توسری، یا لچک یا کتک، یا روسری یا توسری. ما با یک همچین، ما با کیا طرفیم؟ با اینا طرفیم. باید روسری رو بپوشی، چون من میگم، چون ما میگیم، چون اسلام میگه. دلیل منطقیش باید بپوشی چون من میگم، چون اسلام میگه، چون به هر حال ما میگیم. اینجاست که حسای مقاومت باید دفاع مشروع در برابر این افراد جدی تر دنبال کنن، چون قانون رسمی جمهوری اسلامی میگه نمیصرفه برو کشور دیگه، نمیصرفه برو کشور دیگه، یا انقلاب کن یا سر بناس با این مطیع قانون باشه.
یا انقلاب کن، زورتون هم که به ما نمیرسه انقلاب کنی، پس سرتو بنداز پایین، مطیع انقلاب باش. تو بری تو اسکاندیناوی زندگی بکنی، هر قانونی داره باید اطاعت بکنی. نمیسته اتفاق قانونش عوض کن. اگر عوضش نمیکنن انقلاب کن. اگر نمیتونن انقلاب کنن گم شه کشور دیگه. اونجا قانونش اینه. اونجا باید تو ماشین مشروب نباشه. مشروب باشه دهن سرویسه. میخوای مشروب بذاری برو یه کشور دیگه. اونجا ممنوعه. اینجا هم قانونش اینه. یا ارتداش به انقلاب بکو که ندانستی میدانی که نمیتونی انقلاب کنی، فهمیدی که مالی حرفا نیستی، فهمیدی ارده نداری، فهمیدی کسی با نیست چهار تا نقال و فاوش و اوباشین که دهنه دارم سیبیز شد. خلاصه آقای حکومت اسلامی، آقا بهت اصلا کاری ندارم، میگم خدا دستور داده، پیامبر دستور داده، ما میگیم اینا رو نمیفهمی، ما میگیم تو مسلمان نیستی، مسئول حکومت اسلامی، ما میگیم تو نفهمی، ولی رهبرت بهت حکم داده، تو داری نانه حکومت هم مخوری، حقوقی حکومت هم مخوری، مسئولیت داری توی نظام، باید دستور رهبرش اطاعت بکنی، اطاعت نمکنی مطیعت میکنی. حله؟ خب ببین این خیلی حرفای خطرناکی داره میزنه. حالا یه فیلمی هم در اومده که دخترای مردم رو توی در حقیقت امروز گرفتن چیز کردن، اذیت و آزار قرار دادن. نگاه کنیم فیلمو. ببین داره دختر مردم رو میزنه، دیدید؟ چقدر وحشی شدن و احتمال داره همینی که داره میزنه همین بود که الان ما صحبتشو گذاشتیم، چون چهره که مشخص نیست. حالا این صدا که چیز مالی یه چیز دیگه، نه کنی از دوربین مدار بسته دختر مردم رو چطور میزنه، بعد شناسایی بشه. حالا تصویرش که اینجا خوب دیده نمیشه، ولی امکان داره که این همون باشه، پسری که این دختر رو زد همون باشه. بله اینا میرن به سمت، حالا یه خود اگه حکومت اینا رو جلوشون رو نگیره، این بدنه نازل در حقیقت هوادار مذهبیش، این دوتا دخترم بی حجابن، یکی اومد تیکه انداگو آقا چیزا کن باید بپوشی و اینا رو زد. نگاه کنی چجوری میزنه. این واقعیتیه که با وقتی که میگیم آقا دفاع مشروع و آرایش مناسب جنگی، اینها باید شناسایی بشن و باید جامعه مدنی ایران یه مقدار از سوسول بازی در بیاد دیگه، یه خورده دیگه فضای سوسول بازی اینا نیست، باید در برابر تروریست هایی که دارن به ناموس این سرزمین، حالا ناموس واجد جالبی نباشه، به دختر این سرزمین دارن. ببین من نمیدونم یه چیزی بگم سنگین باشه براتون، شما اگه در اروپا در دیسکو بری، در فاحشه خونه بری، فاحشه خونه، و در اون فاحشه خونه دو تا آدم مست یا هر چی مزاحم یک زن فاحشه بشن، مردای هرزه‌ای که رفتن تو اون فاحشه خونه برای گرفتن سکس اونجا، به خاطری که اون زن فاحشه فیزیک تنش ضعیفه و مورد ظلم قرار گرفته، بلند میشن و اون دوتا آدم هرزره که دارن یک زن فاحشه رو اذیت میکنن و کتک میزنن. من سوال دارم از بچه های ایران، یعنی شما اندازه مردان هرزهی که در فاحشه خونه بالاخای یک فاحشه در میان اینقدر مردش نیستید که از دختر این سرزمین در خیابان‌های تهران در برابر تروریست‌های شیعه محب پدر گشت ارشاد حسین شرخل لعنت الله برمیاید، نمی‌خواید اقدامی بکنید و اجازه میدید که این شیعیان اینجوری دختران این سرزمین رو تهدید بکنن؟ آیا نباید همین آدمی که الان چهرهش مشخص بود داشت تهدید میکرد در هر جایی که هست؟ یعنی چهار نفر اینو نمی‌شناسن، نمیشود که دفاع مشروع بکنن، بر اساس حقوق بین الملل دفاع مشروع کنن، جوری هم دفاع مشروع کنن که این طرف متنبه بشه، به قول خودش مطیع بشه. من اینا را سوال دارم میکنم. ببینید اینا فضایی که دل ما ایرانی ها رو به درد میاره و داریم هشدار میدیم، یک زمانی براتون خیلی گرون تموم میشه، این رفتارهاتون براتون گرون تموم میشه. شب و روزگار خوش، همتون رو به اهورامزه ایران میسپارم. خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید. پاینده ایران بدرود.